محرم و جامعه شناسی ایران در حقیقت با رسیدن به ماه محرم و اتفاقاتی که میبینیم امروز در ایران داره رخ میده، یکی از جستارهایی بود که نمیشد ازش تو این هنگامه گذشت. ماه محرم و در جامعه ایرانی یک تاریخچه کوتاهی داره، من خدمتون میگم بعد به مسئله جامعه شناسیش میپردازیم. میدونید که نخستین دم و دستگاه دولتی که در ایران تشیع رو در حقیقت برکشید و شیعه بود، البته شیعه زیدیه بود نه شیعه دوازده امامی که امروز در ایران در بارش صحبت میکنیم، دولت دیلمیان یا همون آل بویه بود. اینها از دودمانهای ایرانی بودن، مثل سامانیان، مثل صفاریان، مثل زیاریان، که در اصل از دیلم، از گیلان برخواسته بودند و سه برادری بودند که موفق شدن بغداد رو تصرف کنن، خلیفه عباسی رو شکست بدن، ولی همون اشتباهی که ابو مسلم خراسانی کرد و مرتکب شدن، یا شاید شرایط به گونه‌ای بود که نمیتونستن به گونه‌ای دیگر عمل بکنن و به جای اینکه کلن حکومت رو از خلافت اسلامی بگیرن و یک حکومت ایرانی مانند ساسانیان پی بریزن، همون اشتباهی که ابو مسلم نکرد یا شاید میخواست انجام بده و پیش از انجام توسط دستور خلیفه وقت کشته شد، دیلمیان یا آل بویه این مشکل رو داشتن و پس از اینکه خلیفه رو شکستن و بغداد رو گرفتن، یه خلیفه دست نشانده خودشون رو اونجا دوباره بر اریکه صدارت گذاشتن و یه امیرالمومنینی که در حقیقت زیر چیرگی خودشون باشه. اینها گرایش های شیعه داشتن، شیعه زیدی، که شیعه زیدی شیعه های به صلاح چهار امامی بودند و ما نخستین رد پایی که از انجام مراسم تاسوعا و عاشورا داریم در ایران هنگامی است که اینها در هنگامی که بغداد گرفته بودند، یه همزمانی اون سال شده بود میان نوروز و روزهای تاسوعا و عاشورا، یعنی تاسوعا و عاشورا افتاده بودند به یک و دوی نوروز. از سوی دیگر این دیلمیان، این خانواده آل بویه، گرایش های ایرانی داشتن و خب در اون هنگام هم ایرانی های غیر مسلمان هنوز درصد قابل توجهی از جمعیت ایران را تشکیل می دادن. در بغداد هم جمعیت غیر مسلمان ها کم نبود. به هر حال مسئله نوروز مسئله مهم بود بین این، در حقیقت در این بحرانی که اینا دوچار شدن، اومدن راهکار اینجوری گذاشتن که اومدن نوروز رو برگزار کردن و روز دوم و سوم نوروز رو گذاشتن تاسوعا و عاشورا، یعنی تاسوعا و عاشورا به میل خودشون یکی دو روز جابجا کردن، هم نوروز رو برگزار کردن و هم تاسوعا و عاشورا رو. خب اون هنگام به خاطر اینکه شیعیان خیلی خیلی درصد کمی از مردم ایران بودن، آنچنان این مطلب همگانی نبود، در شهرهای مختلف انجام نشد. در بغداد اینا یک عزاداری برای حسین راه انداختن. بعد میاد و میگذره، ما در دوره قدرتی هم که اسماعیلیه میگیره، مثل دوره مثلا حسن صبا که علیه سلجوقیان میجنگید، نشانه و ردپای از برگزاری مراسم عاشورا و این داستان کربلا اینا رو نداریم. یک دیگر حضور دیلمیان در قیام مختار ثقفی، هنگامی که مختار در عراق قیام کرد در کوفه برای به اصطلاح خونخواهی حسین، به فاصله تقریبا یک چند سالی پس از مرگ حسین، کسانی که بیشتر پیرامونش بودند در کوفه دیلمیان بودند و اونها به اصطلاح شدن لشکر مختار و در جنگ هایی که مختار کرد و خیلی از سران و صاحبان اسم و رسم عرب رو کشت، در کنار مختار بودند. مختار گرچه این دیلمیانی که در کوفه بودن در حقیقت از کسانی بودن که مبالی به شمار می آمدن، ولی با اینها رفتار خیلی برابر انجام می داد و برای همین
اینها تو دم و دستگاهش زیاد بودن. نهایتا در آخرین جنگی که مختار داشت میکرد، پس از چند سالی که اونجا قدرت داشت و خیلی از عرب‌ها رو کشته بود، خودش هم البته عرب بود ولی خب تو این جنگ به گونه جنگ قومی هم شده بود، یکی از فرماندهان مختار که اتفاقا خودش از فامیلای امام حسین بود، گفت که ایرانی ها حق ندارن، این دیلمی هایی که در سپاه بودن حق ندارن رو با اسب بجنگن، باید پیاده بجنگن برای اینکه اینا موالی هستن. و اونجا ایرانی ها ناچار شدن که با پای پیاده به وسط میدان نبرد برن و تقریبا قتل عام شدن و بعد مختار شکست خورد و کشته شد از میان رفت. این دیلمیان همونهایی بودن یا فرزندان همونهایی بودن که در جنگ قادسیه به عنوان مزدور اومده بودن و جز ارتش ساسانی نبودن، مزدور بودن یعنی پول میگرفتن که بجنگن. و بعد با سعد بن ابی وقاص فرمانده سپاه اسلام در قادسیه توافق کردند که اگر در جنگ وارد نشن 3 برابر هر مسلمان بتونن غنیمت بگیرن. و در حقیقت اون بخشی، اون بالیو که رستم فرخزاد در اختیار اینا قرار داده بود که از اون بال، از اون ناحیه حمله بکنن به نیروهای مسلمان، اینا حرکتی نکردن، بر فراز تپه ها واستادن و نظارگر میدان شدن و ایرانیان در خاک و خون غلطیدند. و این 3000 تن دیلمی بعدن به سپاه اسلام پیوستن با شرط این که 3 برابر غنایم هر جایی رو که میرن و میگیرن به اینها داده بشه. و از اونجا که عمر تصمیم گرفت یه پادگان درست بکنه، این شهر کوفه رو به عنوان یه پادگان در غرب، ناحیه غرب درست کرد و شهر بصره رو به عنوان یه پادگان در ناحیه جنوب، که شورش های ایرانیان رو در ناحیه جنوب از کوفه سرکوب کنه، از بصره سرکوب کنه و خیزش های ایرانیان در غرب ایران رو از ناحیه کوفه، از پادگان کوفه سرکوب کنه. آن اتفاقی که رخ داد، اینها در کوفه ساکن شدن و بعد چندی نگذشته بود که در واقع نسل بعدیشون، فرزندانشون که موالی شده بودن برای که اینا مسلمان شده بودن و در پناه به اصطلاح قبایل مسلمان بودن در کوفه، همراه مختار ثقفی شدن. بنابراین وقتی برخی یاد میکنن که بله، اونایی که برای خونخواهی حسین ابن علی قیام کردن، بخش بزرگی از سپاه مختار ثقفی ایرانیان بودن، درستش اینه که ایرانیان نبودن، دیلمیانی بودن که بله ایرانی بودن، ولی خودشون و پدرانشون تو جنگ قادسیه در حقیقت خیانت کردن به کشور و به هیچ روی نمیشه اینو به حساب علاقه ایرانیان به خاندان علی و به فرزندانش حسن و حسین چسباند. جریان تاسو عاشورا خیلی خیلی محدود برگزار میشد به خاطر اینکه جمعیت شیعه در ایران جمعیت کمی بود تا صفویه. در زمان صفویه که شیعه 12 امامی با شمشیر در حقیقت به کشور تحمیل شد، نه تنها خیلی از سنی ها شیعه شدند، بلکه بخش قابل ملاحظه از ایرانیانی که تا اون موقع مسلمان نشده بودن و احتمالاً شاید 15 تا 20% 20% جمعیت ایران هم بودند، اینها هم با ارعاب و وحشت شیعه شدند و در نتیجه پس از 2 نسل 3 نسل شما می‌دیدی که در شهرهای مختلف این مراسم تاسوع عاشورا برگزار میشه. بنابراین این محرم گرفتن و سینه زدن و این حرکات با این ابعاد برمیگرده به در حقیقت جا افتادنش به دوره صفویه. و از اونجایی که خود صفویه در دوران صفویه هم نمیدونستن که جریان چی اصلا با چه کار بکنن، یه مقدار آخوند وارد کردن از جبل عامل، از کوههای عامل در لبنان، و یه مقدار هم از احسا آوردن که در شرق عربستان و منطقه شیعه نشین بود. یه تعداد آخوند وارد شدن که شیخ کرکی، بهاءالدین عاملی، از این دست بودن آدم هایی که آمدند و در ایران ساکن شدن، حتی فارسی بلد نبودن، اوایل خیلی مشکل ارتباط کلامی داشتن با مردم و به مرور اینها این سنت به اصطلاح تاسوع عاشورا رو در ایران تألیف کردن و جا انداختن. و خب طبیعتا حکومت هم در دوره صفویه به جا انداختن این خیلی کمک کرد.
در دوره نادرشاه با کوششی که میکنه جریان شیعه و سنی رو در ایران یه جوری جمع و جورش بکنه، برتو پیشنهاد داد که بهتره این سنی ها که 4 تا فرقه دارن، حنفی و مالکی و حنبلی و شافعی، بیان شیعه رو هم حساب کنیم یه فرقه پنجم که دیگه دعوا تموم بشه، شما 4 تا فرقه این، حالا 5 تا یکی دیگه شیعه هستن. و با این وجود نتوانست تو این زمینه کار مثبتی انجام بده، فقط دست آخوندها رو تا اندازه کوتاه کرد. کریم خان هم همینطور محدودیت هایی برای این آخوندها و مراسمی که انجام میدادن ایجاد کرد، ولی در دوره قاجار دوباره خیلی بالو پر داده شد به مسئله دست را انداختن و سینه زنی و قمه زدن و زنجیر زدن. و در حقیقت اون چیزی که ما امروز داریم میبینیم در دوره قاجار بسیار همگانی شد و دیگه احتیاج به پشتیبانی دولت هم نداشت. یعنی اگه دولت هم کاری نداشت، خود مردم عموما این مراسم رو دامن میزدن. یعنی دیگه شده بود یه بخشی از سنت ها. در دوره رضا شاه مراسم خیلی محدود کردن، جلو قمه زنی رو گرفتن، جلو زنجیر زنی رو گرفتن و راه اندازی دسته و اینا رو هم محدود کردن به یه مسیرهای مشخص. و آخوندی هم که قرار اونجا روزه بخونه خیلی تعدادشون خیلی خیلی محدود شد در کل کشور. کسایی که حق پوشیدن لباس روحانیت داشتن تعدادشون به شدت کاهش پیدا کرد و خیلی از به اصطلاح ملاها مکلا شدن، یعنی کت شلواری شدن و کتاب دیگه از لباس روحانیت بیرون اومدن. و این مقدار آخوندم که مونده بود برای عقد و ازدواج و ترحیم و عرض کنم خدمتتون این گونه مراسم بود. در دوره محمد رضا شاه به این قضیه کاری نداشتن، خود بخش خصوصی آنگونه که میخواست عمل میکرد، دولت فقط کاری که میکرد تعطیل رسمی بود، ادارات تعطیل بود، مدارس تعطیل بود و تلویزیون و رادیو هم تو این ماه محرم به اصطلاح برنامه هاشون یه مقدار برنامه های همراه با به اصطلاح دوری از شادی بود. به ویژه خود تاسو عاشورا نه موسیقی پخش میشد نه فیلم سینمایی پخش میشد، دو صد از این تئاترای یا نمایش های مربوط به امام حسین و دار دستش پخش میشد. جمهوری اسلامی همچنان که خمینی هم گفت و تقریبا همه روحانیان میگن، اصلا بودنش تا اندازه زیادی منوط به ماندن این محرم و سفره. یعنی آن چیزی که داره امروز در ایران میگذره فقط در دامنه مذهب تعریف نمیشه، این کاملا تاثیر مستقیم سیاسی داره. یک هنگامی شما مثلا در دوره پهلوی ها به طور مشخص دوره محمد رضا شاه نگاه این بود که آقا این یه سنتی شده و بار سیاسی هم نداره و چون سنته کاری بهش نداریم و برای مردم یه فستیوالیست، دور هم جمع میشه، مراسم انجام میشه، همه جهان از این مراسم هست، تا جایی که قمه نزنن و به صورت وحشی بازی در نیارن میتونن مراسم انجام بدن. و این نگاهی بود که حکومت کلن تو دوره پهلوی به ویژه دوره محمد رضا شاه به مسئله تاس و عاشورا داشت. اما اشتباه در اینجا بود که تاس و عاشورا 1357 برای کسایی که یادشون نمیاد، من کودک بودم ولی کاملا یادم میاد، برای کسایی که نخوندن میتونن بعدن گوگل کنن عکسای راهپیمایی روز تاس و عاشورا در تهران ببینن. اتفاقا روز تاس و عاشورا باعث شد که شاه تصمیم بگیر از کشور بره، برای اینکه پیش از اون تظاهرات 2000 نفر اینجا، 1000 نفر اونجا، 3000 تا اونجا، 500 تا اونجا بود که حالا مامورای شهربانی یا مامورای حکومت نظامی اینا رو پراکنده میکردن، یا ممکن بود بانکی آتیش بزنن یا یه سری شیشه بشکنن که بعضیا دستگیر میشدن برده میشدن. ولی حضور یه جمعیت بزرگی که خیابون رو سیاه بکنه از شمار جمعیت رو ما نه در تهران دیده بودیم نه در شهرستان ها. خیلی از شهرستان ها تظاهرات میشد، ولی اگه یه شهر 200,000 تا جمعیت داشت، شما وقتی 700 نفر 2000 نفر تظاهرات میکنن نمیتونی بگی اکثریت مردم تو خیابون رفتن. ولی تاسوعا عاشورا از اونجایی که مردم به هر حال میامدن خیلی هاشون بیرون برای مراسم، این شبکه مساجد و حسینی ها و تکایا اینا با هم هماهنگ کردن
و آمدن مردم برای مراسم رو تبدیل کردن به شعارهای سیاسی و راهپیمایی بزرگی که جمعیت قابل ملاحظه‌ای در پایتخت در اونجا شرکت کرد. حالا الان اگه به جمهوری اسلامی بگی میگن 2 میلیون آدم اومده، ولی این حرف مفته. در تهران 4 میلیونی اون هنگام اگر که 100,000 نفر 150,000 تن بوده باشن، جمعیت بسیار بسیار بالایی است و شما میتونید 150,000 تا رو توی خیابون تصور کنی، انتهای جمعیت رو میتونی نبینی. شما با هلیکوپتر این 2 روز از بالا جمعیت رو دید. شعارهام شعارهای مرگ بر شاه بود و پس از این که برخی ها از در خاطرات سیاسیشون میگن درست پس از اون جریان، هنگامی که به دیدن شاه رفته بودن یا شرفیاب شده بودن، به دلیلی تو همون 2-3 روز پس از تاسوع عاشورا شاه کلن عوض شده بود. یعنی آدمی که تصمیم داشت کشور رو نگه داره و بر بحران غلبه کنه، شاید در خربتش به این نتیجه رسید که اگر این جمعیت، این مردم نمیخوان، من کیم که بخوام اینا رو به زور ببرم دم چشمه خوشبختی؟ خب نمیخوان، نمیخوان. و هر چقدر هم به ظاهر نگه و عنوان نکنه، در دلش، در ذهنش این مرتب باش تکرار میشه که من امروز در پایتخت دیدم 150,000 تا 200,000 نفر مرگ من رو میخواستن و رفت آنچه که رفت. ولی برگردیم به اصل موضوع، همین تاسوع عاشورا که فکر میکردن مطلب سیاسی نیست، مطلب سنتی است، حالا یه سری دور هم جمع میشن، نمایشی هم برگزار میشه، شمر هم میکشن، نمیدونم ابوالفضل هم اونجا میاد و براش گریه میکنن، کاملا شد سلاح بزرگ روحانیت برای زدن آخرین ضربه، دستکم آخرین ضربه روحی روانی به شخص اول کشور. و از اونجا بود که دیگه شاگو من میرم و دیگه کلن رشته کارها از هم گسست. بنابراین نگاه به این که این جریان جریان سنتی بوده، حالا مردم دورم جمع میشن، تو برزیل هم فستیوال هست، تو فرانسه هم هست، حالا این هم یه فستیوال بوده، این خیلی ساده انگاری است. اصلا مهم نیست که مثلا عمه جان پیر بنده یا خاله جان پیر شما بلند شده رفته، مثلا چه می‌دونم 4 تا گریه هم کرده، دلش سبک شده. شما رو اینا نگاه نکنید. کسایی که با برنامه میآیند همیشه اینا رو هدایت میکنن، میکشونن به سوی اهداف سیاسیشون، دست کم اهداف اجتماعیشون، و بیشترین امتیاز رو هم میگیرن. پس از انقلاب مسئله راه اندازی راهپیمای تاسوع عاشورا و اصلا مراسم محرم برای جمهوری اسلامی از نان شب واجبتر شد، چون دیدن اصولا به قدرت رسیدنشون هم تا اندازه زیادی، همچنان که خود خمینی گفت، وامدار همین محرم و سفر هاست. این جمله خمینی رو دارم میگم. بنابراین جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که در گرما و سرما، برف و یخ، بیابی و بیبرقی، تو هر شرایطی باید مراسم برگزار بشه. و تا هنگامی که بخش بزرگی از مردم ایران به این مراسم علاقه مندن، برای حسین گریه میکنن، برای نمیدونم نوه پیامبر اسلام گریه میکنن و آخون میتونه افسار اینا رو بگیره و به این بر اون بر بکشونه، اینها بر خر مراد سوارن. اتفاقیست که افتاد. امروز ما داریم میبینیم اکثریت بزرگ ملت ایران بیزار از حکومت جمهوری اسلامی هستند. این 43 سالی که گذشت زمان طولانی است. شما یه ملتی که گیر مذهب اینجوری اگر نبود، بعد از 5 سال حد اکثر 10 سال میگو آقا بسه دیگه نمیخوام اتون. جمهوری اسلامی الان 3-4-5 ساله که عملا مشروعیتش کامل از دست داده و حتی مذهبیان دیگه حاضر نیستن به سواری بدن، یا بخش بزرگی از مذهبیان. چرا؟ به خاطر کارنامشه. این به این معنا نیست که مردم همه روشن شدن فهمیدن در جمهوری اسلامی چه میگذره، به این معناست که متوجه شدن که اینها برای اینا زندگی پر از رنج و درد و بدبختی آوردن و تا هنگامی که اینا هستن همین سیاهی هم هست. پس مطلب تاسوع عاشورا و محرم رو نباید فقط با دید اینکه آقا این مذهب مردمه حالا مهم نیست نگاه کرد. اتفاقا این بسیار سیاسی است. مدرس جمله بسیار درستی داشت، میگفت سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست. برای یه مسلمان سیاستش همون مذهبشه، کیششه، اسلامه، و برعکس
اسلام برای سیاسته. و این دقیقا چیزی بود که روی اسکناس های جمهوری اسلامی هم سالهایی نوشتن، رو 10 تومانی بود فکر کنم با عکس مدرس. و بعد دقیقا محور سیاستگذاری های جمهوری اسلامی هم شد. پس مسئله محرم و سفر کاملا یه مطلب سیاسی است، به ویژه مراسم تاسو و عاشورا که دیگه اوج قدرت و توان مانور دادن دستگاه روحانیت و آخوندها در ایران بوده. حالا از بود جامعه این جریان چرا با اقبال روبرو شده بوده در سالهای دور، دو تا دلیل داشت. یه دلیل این بود که مردم اصولا گرفتاری دارن، گرفتاری مالی دارن، گرفتاری خانوادگی دارن، درد دارن، رنج دارن، بیمار تو خونه دارن، ناامیدن. زنی که از شوهرش کتک میخوره، بچه‌ای که 1001 آرزو داره و هیچ وقت به این آرزوها نرسیده، پدری که شرمنده است، نمیتونه وضعیت زندگیشو جمع و جور کنه، از نظر اقتصادی خانواده رو اداره کنه، کسی که بیماری نمیدونم قند داره، بیماری قلبی داره، کسی که یه پا رو از دست داده، کسی که فلج ماهیچه‌ای شده، انواع و انواع بیماری ها، انواع و اقسام نگرانی ها، درد ها، رنج ها، مهنت ها، مشکلات روحی روانی، باعث میشه که شما یک جایی پیدا میکنی برای خودتو خالی کنی، گریه کنی، در حقیقت خودتو سبک کنی. این خالی کردن خود، این پیدا کردن جایی که مثل یک سوپاپی این گاز فشرده شده رو تو پیستون رها کنه و نذاره که این بترکه، خب برای جامعه لازمه. منطقه خب در یه جامعه یک میره میشه به تراپیست، با یه مشاور صحبت میکنه، خودش رو سبک میکنه. یکی پا میشه، امکاناتی داره، میره تو کوهستان کنار دریا، میره سفر خوب میره و یه مقدار اون بار رو از خودش کم میکنه. یکی میره میچسبه به راه و روش هایی که بتونه با آرزوهاش برسه، درآمدش رو بالا ببره، کار بهتری برای خودش پیدا کنه، برای خانوادهش وضعیت بهتری ایجاد بکنه. و در ایران این یه پناهگاه و ملجعی شده برای اینکه افراد برن و بدبختی هاشون اونجا ببرن. همچنان که دیدید مثلا یکی که پا میشه میره حرم امام معصوم شیعیان، یا میره اون حرم معصومه در قم، یا میره کربلا، نجف، هر جایی که برای زیارت میرن، میرن خوشون میچسبونن به اون زری و مرتب درخواست دارن. حالا یکی پول میخواد، یکی شفا میخواد، یکی نمیدونم قبولی کنکور میخواد، یکی خانومش باردار نمیشه، بچه خدا میخواد. یعنی هر کی میره طلبکاره، یه چیزی میخواد. هیچکی نمیره اونجا مثلا مدیتیشن انجام بده یا بخواد بشینه فرض کنه یه فضای معنوی دور و بر خوش میمیره. همه میرن یقه اون شفیع رو بگیرن که اون شفیع، حالا یکی از امامان شیعه هست، از الله بخواد که به اینا اون چیزی که میخوان بده. حالا که خونه میخواد، ماشین میخواد، یکی دختری میخواد بهش نمیدن، اون یکی دیگه نمیدونم بیماری داره دنبال شفا میگرده و از این دست مسائل. بنابراین یکی نبود پناهگاه برای آدمهایی که درد و رنج دارن. دومی عاملی که باعث شده بود این تاسو عاشورا گل کنه و در ایران خیلی همگانی بشه، که حتی مثلا خیلی وقتا زمان شاه هم وطنان غیر مسلمان اونم میرفتن تماشا میکردن. ارمنی ها معروفه، خیلی وقتا میامدن و تو این جریانات بودن. به علت این بود که کشور برخلاف عصر جدید که در جهان بالاخره تفریحاتی از سرگرمی هست، یکی میشینه نمیدونم این شبکه های ویدیو رو نگاه میکنه، یکی دیگه رو شبکه های اجتماعی بر خودش کار میکنه، یکی بلند میشه نمیدونم میره یه جایی ورزشی میکنه، بازی میکنه. بالاخره هر کسی یه جوری میتونه سر خوشی گرم کنه. خیلی از طبقات مردم، ردهای مردم، هیچ سرگرمی در طول سال نداشتن. مردا که سرگرمی نداشتن، اگه میخواستن یه سرشون هم گرم بشه توی قهوه خونه در محلهشون یا تو دهشون میشستن و یه دو تا چایی میخوردن و دو تا گپی میزدن، پا میشدن میرفتن. زنان که اصولاً تا پیش از عصر نوین اصلا از خونه بیرون نمی آمدن، اصلا اجازه نداشتن به اون صورت. بنابراین یه بهانه‌ای بود که بیان بیرون توی محرم با خیال راحت بدون هیچ مشکلی، بالاخره برن 4 تا رفیقشون رو ببینن، دوست و همسایه رو ببینن، یه نمایش هم نگاه کنن که اونجا مثلا
خولی و شمر اومدن و عرض کنم خدمتون اسبی اومده و شتری اومده و اونو کتک زدن و بعدم یه مقداری بدبختی هاشون رو بشینن آخر شب پای گریه فلان روزه خون. بنابراین هم مسئله خالی کردن فشاری است که یک انسان به طور عادی روش بوده از کمبودها و درد و رنجها، و یکی هم این که نبود تفریح و سرگرمی و هیچ برنامه‌ای فقط غیر از این برنامه در طول سال باعث میشد که افراد بیان بیرون و اینو به صورت یک کارناوال و یک سرگرمی ببینن. این فقط برای اینکه ریشه جریان مشخص بشه، وگرنه در اصل قضیه امروز برای هر ایرانی با اندکی ضریب هوشی و با اندکی وجدان مشخصه که این جریان بزرگترین آبشخوره جمع و جور کردن نیرو برای حکومت جمهوری اسلامی است، چه نیروی تبلیغاتی و چه نیروی فیزیکی آدم انسان. و جمهوری اسلامی یک پدیده ای هم ایجاد کرده که پیش از این نبود به نام مداحان، یه سری آدم بدنام بسیار بسیار در به داغون از واقعا لای و لجن اجتماع با یه مقدار پررویی و حفظ کردن یه سری شعرهایی که حالا اینجا و اونجا به هم وصل کردن، الان برای انجام یک مراسم که مراسمی که خیلی هاشم اتفاقا متولیش دستگاه حکومتی هستن 100 میلیون میگیرن، 50 میلیون میگیرن، 200 میلیون میگیرن، دیگه کوچیکاشون 20 میلیون میگیرن که برن یه شب یه جایی و به اصطلاح به قول خودشون یه شب پرشور و حالی رو برای مردم ایجاد بکنن با همین مزخرفگویی‌هاشون و شعر خوندن‌هاشون. و اینها صاحب قدرتن الان در جمهوری اسلامی، یعنی قشنگ لابی میکنن، امکانات دارن، حق واردات میگیرن، موافقت اصولی میگیرن، آدم میبرن زندان، آدم از زندان آزاد میکنن، نمیدونم زمین فلان کس که گیره براش در میارن و اینها بیش از وزیران الان در ایران قدرت دارن. وقتی صحبت از محرم و صفر میشه، خب بیشتر سخن منم روی همین مسئله عزاداری جریان کربلا و روزهای تاس و عاشورا بود، ولی خود محرم و صفر هم حکایت خیلی شیرینی است. یعنی دو ماهی که عروسی و جشن در ایران برگزار نمیشه، بعد میپرسی چرا، میگن خب نمیدونیم ولی اینجوریه. محرم و صفر دو ماه حرام بوده در پیش از اسلام در شبه جزیره عربستان، چون قبایل با هم دیگه می‌جنگیدن و مرتب با هم دیگه حمله می‌کردن، اینها خب نابود می‌شدن، فشار خیلی روشون زیاد بود، احتیاج داشتن که جای تنفسی داشته باشن. یه توافقی کرده بودن همه قبایل جزیره العرب که دو ماه سال اینا دست به شمشیر نبرن و خون نریزن و به هم حمله نکنن، یعنی اگر خورده حسابی هم دارن بذارن دو ماه تموم بشه بعد بجنگن با هم و به هم بتازن. اون دو ماه هم خب میومدن میرفتن کعبه در مکه و هم بوتاشون رو زیارت میکردن، هم خرید و فروش میکردن، هم شبا معمولا شب به شعر داشتن، جمع میشدن یه جایی شاعرهای میبنن شعر میخوندن، یه جا برنامه رقصی بود، بالاخره فستیوال اونا هم تو این دو ماه اونجا برقرار بود، دیگر قبیله خوش میرسون اونجا چند روزی در مکه برنامه بود. هنگامی که ابو سفیان در سال فکر کنم 10 هجری بود که پذیرفت مسلمان بشه و به چادر پیامبر اسلام رفت که نزدیک مکه چادر زده بودن برای حمله به مکه، گفت من مسلمان بشم خیلی ها همراه من مسلمان میشن، اصلا قریش به دنبال من خواهند اومد. چه امتیازاتی میدید؟ اون یه امتیازات مالی رو پیامبر اسلام به ابو سفیان داد که وقتی بعد که ابو سفیان رفت بهش گفتن که شما چرا اینقدر امتیاز به ابو سفیان دادی؟ گفت خواستم اسلام به کام شیرین باشه، چون حتی بیش از ثروتش در اختیارش گذاشت. یکی دیگه از امکاناتی که داد گفت که من نه کعبه رو خراب میکنم ابدا، نه مراسم حج متوقف میکنم، این حج هم خب از اون موقع مونده ربطی به اسلام نداشت، اسلام فقط تاییدش کرد و حتی محرم و صفر هم برقرار نگه میداریم. بنابراین هموطن من و شما که امروز با لباسهای کت‌شلوار و کرواتی که به هر حال چیز مدرن و غربی است، خانم عروسی که با یک لباس عروس کاملا متجدد و شیک با دوربین فیلمبرداری و ماشین آخرین مدل مراسم عروسیشون انجام میدن، فقط
رعایت این نکته رو میکنن که ما در محرم و صفر نمیتونیم جشن بگیریم. چرا؟ نمیدونیم، ولی دیگه محرم و صفر که نمیشه عروسی گرفت. چرا؟ برای اینکه خیلی خیلی پیش از اسلام هم در یه گوشه از جهان عده‌ای برای اینکه سرندگی نبرن اون دو ماه خون نمیریختن و شده ماهای حرام. چون بعضی هم میگفتن چرا میگن محرم الحرام، جریانش اینه، یعنی حرامه نباید بکشی آدم ها رو، از رسمای اعراب پیش از اسلامه. بنابراین جنبندی بکنم سخنم رو، ما با حکومتی روبرو هستیم که آبشخور ایدئولوژیکش شیعه دوازده امامی است. از کربلا، از رخداد عاشورا ارتزاخ کرده و بنیش قوی شده بوده و امروز هم به همین مراسم کرتاس و عاشورا نیازمنده برای ماندگاریش. بنابراین شرکت در این مراسم به هر نوع با هر بهانه‌ای گامیست برای تقویت جمهوری اسلامی و دوری از این مراسم و نهی کردن و بازداشتن هموطنان برای شرکت در این مراسم گامیست برای پس گرفتن کشور از کسانی که ایران رو به این روز سیاه انداختن. مطلب به هیچ روی مطلب فقط مذهبی نیست، بلکه مطلب سیاسی است، مطلب ایدئولوژیکه. و برای همین هم است که جمهوری اسلامی علی‌رغم مرگ و میر بالای کرونا و گرفتاری که در کشور پیش اومده در اثر این دلتا و مسائل دیگه، اصرار داره که حتما این مراسم برگزار بشه. امامان جمعه که مرتب میگن مراسم برگزار میشه و در حال انجام هم هست، همشون همزمان نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی هم در اون شهرستان هستن. اینگونه نیست که یه سری آخوند غیر حکومتی بگن ما میخوایم مراسم برگزار بشه. اینا آخوندهای حکومتی هستن و حکومت هم به شدت پشت این جریانه. سخن من به پایان رسید. در خدمت دوستان هستم، اگر که صحبتی یا پرسشی باشه سپاس.